هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است و به پروگرام سخن امروز خوش آمدید. پروگرام امروز سخن روز به نقد و بررسی سخنرانی آقای نجیب مسیر که در جمع نخبگان تاجیکان ایراد کردن نطوف می دارم. بر نکات بسیار مهم تاریخی و نفوسی و همچنان سیاسی و جغرافیایی تماس گرفتن و یکی از دوستان فیسبوکی بنده این ویدیو زیر برام روان کرده بودن تا در مورد اگر کم تفسیری داشته باشم تقدیم کنم. خب در اول گوش میکنیم به یک بخش از بیانیه آقای نجیب مسیر که در زمان ببرک کارمل به حیث تا زمانی که من کابل بودم یعنی 1985 یا در سمت رئیس دفتر سلطان علی کشمند صدر اعظم وقت ایفای وظیفه میکرده. توجه کنین به سخنان آقای نجیب مسیر. دکتر صاحب نجیب الله مسیر یکی از شخصیت های مطرح تاجیک و دانشمند زمان دانشگاه، استاد دانشگاه، وزیر، معاون صدر اعظم و یک انسانی که فعلا تحقیق میکنن، مینویسن. تقاضا میکنیم که صحبت خود آغاز بکنن. جایگاه تاجیکان در واقعیت اجتماعی سیاسی افغانستان، نگرانی ها و راهکارها. خراسان به حیث یک مفهوم جیوپولیتیک هم در دوران موجودیت احمدشاه درانی و هم در زمان جانشینانش تا سالهای 70-19 مستدام وجود داشته و تنها با تشکیل دولت متمرکز افغانی و سرداری عبدالرحمن نام نو سیاسی افغانستان به گونه نهایی شکل رسمی حقوقی را به خود میگیرد. در سه دهه نخست صده 20 در شرایط نو تجدید تضادهای اجتماعی تاجیکا دوباره شرکت کنندگان رخدادهای سیاسی بزرگ شدند. درباره جنبش دهقانی تاجیکای افغانستان در سالهای 28 و 29 به رهبری حبیب الله کلکانی و فرمانروایی کوتاه مدت او در افغانستان رساله ها، اسناد و مدارک نگهداری شده زیاد وجود دارد. تکانه های اجتماعی سالهای 20 صده 20 در افغانستان و از جمله به قدرت رسیدن و فرمانروایی کوتاه مدت نماینده تاجیکا پیامد منطقی و قانونمند تضادهای ژرف اجتماعی اقتصادی و قومی سیاسی نابرابری های اقتصادی و ملی بود که در جامعه افغانی وجود داشت. دوستان عزیز، تبار بی دولت پایندگی ندارد. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در اینجا مفهوم ما انتقاد بالای آقای مسیر نیست. در اینجا هدف ما روشن کردن موضوع است، برای اینکه اگر این ویدیو را سخنرانی آقای مسیر جوانای تاجک میشنود، جوانای ملیت های دیگر در افغانستان میشنود، نظر به شخصیتشان و مقامشان در دولت گذشته به او وزن میده. بنابراین هدف ما ایست که ما ای را کنکاش کنیم، ما ای را نقد کنیم، ببینیم که آیا ای ادعاها نظر به شواهد تاریخی، شواهد علمی درست هستن یا نیستن، و ای برای خود ما هم کمک میکنن. خب در این بخش ما شنیدیم که آقای مسیر میفرمایند که خراسان با مفهوم جیوپولیتیک آن تا دهه 70 صده 19 هم به صورت مستدام وجود داشته و خب اول این موضوع رو میبینیم، یعنی و میگن که تنها در زمان عبدالرحمن خان بود که اسم افغانستان به اصطلاح عام شده. خب جیوپولیتیک یعنی جیولوژی زمین، سرزمین، و پولیتیکشان سیاست هم میگیم، سیاسی اداری. میگن که خراسان با مفهوم جیوپولیتیک تا دهه 70 وجود داشته. خب این به این ارزیابی کنیم دوستان عزیز، به همراه آقای مسیری ارزیابی کنیم، ببینیم که چطور این مطلب درست است یا نیست. ما به مفهوم جیوپولیتیک
تا اگر با یک مفهوم تا به امروز وجود داره، یک ولایتی در ایران که به نام خراسان نام داره، خراسان شمالی و خراسان جنوبی به حساب جیوپولیتیک ببینیم اونجا وجود داره. اما اگر منظور آقای مسیر دولت باشه، هرگز وجود نداشته. ما به نام که باز مخصوصا این دولت و به حساب خراسان که آقای مسیر توضیح کردن که خراسان شرقی یعنی افغانستان هم در بر بگیره، به این مفهوم هرگز وجود نداشته. خب بیاید اول خراسان ببینیم خراسان کجاست. این مسائل آرزوها و که ما بروی احساسات صحبت کنیم، نه، بروی شواهد عملی در روی اسناد، در روی کتاب ها، در روی واقعیت موجود در بیرون این رو باید ارزیابی کنیم. خب بیایید ببینیم خراسان از کجا پیدا شد. شما اولین دفعه که ما میشنویم از در زمان عصر اسلامی، اعراب وقتی آمدن این منطقه گرفتن، پایتخت خود در مرو قرار دادن. مرو شامل خراسان میشه که فعلا در ترکمنستان قرار داره، و از مرو و نیشاپور که فعلا در ایران قرار داره، یا اردوش در خراسان پایتختش هست. اردو شهر در خراسان واقع شده، این شک نیست. بالای مناطق تا به ایران و تا به غرب حکومت میکردن و تا ماوران نهر یا حکومت کردن، پیش رفتن و تا هرات آمدن، تا کابل آمدن و تا اینجا جنگ ها کردن، یا تا قندهار اینجا، تا بلخ اینجا وسعت دادن، اسلام معرفی کردن. اما خراسان کجاست؟ خراسان باید تعریف کنیم. اول از عرب صحبت کنیم. عرب در زمان هارون الرشید، در زمان هارون الرشید وقتی میخواست پسرای خود و حیث والیای مناطق مختلف رو کنه، این فرمان صادر کرد و ولایات را که پسرای خود روان کرد در او نام گرفته. مثلا میگه یک، اول عراق، یمن و حجاز و برخی از شام در اوج محمد امین، پسرش امین والی شد. دو، خراسان، باید دقت بشنوید دوستان، خراسان، ماوراءالنهر و هند و سند و نیمروز و کابل و زابلستان عبدالله مامون نمقرر کرد. سوم، برخی شام، مغرب، آذربایجان، روم و زنج و حبش و معتمن مقرر کرد. خب علاقه مندی ما شما خراسان هست. شما ببینید که برای اعراب آن زمان، برای دربار هارون الرشید، خراسان کجا بود؟ خراسان این تمام مناطق از نیشاپور تا کابل و تا بلخ اینجا نبود. بلکه که هر کمشه جداگانه نام میگیره و میگه خراسان و ماوراءالنهر. بنابراین ماوراءالنهر خراسان نیست و شاملش نبوده به نظر اعراب. و هند که در وقت می دریای سنده که میگذش امیخ مناطقه بنام هند یاد میکرد، و سند خب یام خراسان نبوده، و نیمروز هم خراسان نبوده، و کابل هم خراسان نبوده، و زابلستان از سیستان است تا به قندهار اینجا یام خراسان نبوده. اینه عبدالله مامون مقرر کرد. پس خراسان از لحاظ جیوپولیتیک آقای چیز که میگن آقای مسیر، از لحاظ جیوپولیتیک یعنی یک اداره باشه، یک واحد باشه، یا اداری باشه، یا سیاسی باشه، که این واحد جیوپولیتیک میگیم، از لحاظ جیوپولیتیک خراسان یک ولایتی بوده که امور قسمی که میبینیم فعلا خراسان شمالی، خراسان جنوبی در ایران واقع است، و در شمال، در جنوب شرق ترکمنستان مروای مناطق یا بود، و شمال غرب افغانستان
که شامل هرات میشه، بادغیس میشه تا شیندن و برخی کمی هم از غور. اینی مناطق به نام خراسانی، ولایت خراسانی بود که در اونجا حکام روان میکردن. مثلا حکامی را که سامانی ها داشتن در خراسان، معلوم است امین آقای مسیر میتونه برای ببینه که در زمان سامانی ها در خراسان حاکمشان کی بود، در کندهار کی بود، در کابل کی بود. ما در زمان شیبانی ها، خود شیبانی آمد که ما خراسان میگیرم رفت خیلات گرفت، منطقه گرفت. اما در اون زمان بابر در کابل بود. بابر به کمک والی خراسان تیموریا شتاف، اما وقتی دید که شیبانی ها قدرتشان زیاد است از هرات، پس کابل آمد. وقتی کابل میرفت به هرات میگفت که میرم خراسان، بلدی که خراسان تحت خطر شیبانی ها قرار داره. همچنان بابر در کتاب بابرنامه نوشته کرده که سرکی که از قندهار میره طرف خراسان ای کوه نداره، هموار است، بسیار آسان است رفتنش و تجارت هند به طرف خراسان از این صورت میگیره. و همچنان ما داریم وقتی که جورج فورستر انگلیسی از سفر میکرد از طریق کابل و قندهار، اینجا از بنگال آمده بود میرفت پرشیا، فارس و روسیه، ای وقتی از کابل آمد به قندهار و از قندهار که رفت تا به شیندن رسید، ای طرف غرب حرکت میگه. وقتی قافله کاروان شتر از یا طرف شمال روی خواهد کرد، کسایی رفته باشند از قندهار هرات، یا میفهمند که از قندهار تا به شیندن مستقیم طرف غرب سرک است و بعد از این روی سرک طرف شمال میشه، میره به طرف هرات. وقتی این کاروان از این روی دید طرف شمال شد، به طرف هرات شد، یادم در کتاب خود نوشته میکنه که ما فردا به حوالی خراسان میرسیم. بنابراین این خراسان انداز جیوپولیتیک وجود نداشته به شکل دولتی که ما او را یاد کنیم. اگر کسانی بعد از ایجاد دولت مستقل افغانستان و امپراتوری عبدالی و درانی اشاره کردن که احمدشاه درانی پادشاه خراسان است، این برای که در اون وقت نام افغانستان عمومیت نیافته بود. نام افغانستان به تدریج تا 20 سال بعد عمومیت یافت، یعنی بعد از احمدشاه عبدالی که قدرت در قندهار میگیره، دولت افغانی رو میسازه، اسم افغانستان وجود داشت. اشارات شده که در کتاب سیف ایروی که بخونین به افغانستان اشاره شده، این مناطقی از جنوب کابل و بعد به ایس افغانستان میگفتن. همچنان در همین کتاب بابرنامه بابر که کسی بخونه، در این گفته میشه که کسی سوال میکنه که در جنوب کابل کدام مردم از جاب میتن، که مردم کابل جاب میتن، کسایی که بودن، میگه که یا چیز است، همه اینجا افغانستان است، جنوب کابل، همین جنوبی، پکتیا، لوگر یا کلش بنام افغانستان یاد میشه. یعنی این اسم وجود داشته در این منطقه، اما این اسم زمانی عام شد که دولت مستقل احمدشاه عبدالی ایجاد شد و این دولت هویت داشت که او از هویت پشتون بود و چون ایرانی ها و ترک ازبک ها و از ایرانی ها چون فارس ها بگیم چون ایرانی ها دو وقت وجود نداشتن، چون فارس ها و پشتون ها افغان خطاب می و از زبان فارس ها همچنان ازبک ها و ترک تبار ها افغان خطاب می کردن و بعد اعراب هم از زبان ایرانی ها، از زبان فارس ها این افغان خطاب کردن. بنابراین اینجا اختمی مغالطه وجود داره که بعضی ها در می اشتباستن که افغان و پشتون
در بینشان اشتباه وجود داره. بله خود پشتون ها پشتون است. البته اشعارات هم در بعضی جای شده برنامه وان برزی که وقتی شما به این عمومیتی که در این فارس ها و تاجیک ها البته خودشان افغان خطاب میکردن و همچنان ترک تبار ها و در کتاب های بیای و هندی ها هم از با اشاره به او افغان خطاب کنن ای بنابراین بعضی پشتون ها هم میگفتن که این افغانی قبول داشتن برزان مهم نبود میگفتن چی افغان بگویی چی پتان بگویی چی پشتون بگی برای ما یکیست. خب وقتی که دولت پشتون ماهیتش که اگر افغان بگوییم با ماهیت افغانی ظهور کرد برای که قوم بزرگ و قوم حاکم منطقه بود و به می خاطر یا قادر شدن دولت بسازن. اگر تاجیکا اینجا قوم حاکمی بود دیگه پشتونا رو چطورش یک اقلیت میخواست میتونست دولت بسازن. خب باید پشتونا به این اندازه قدرت داشته باشن که اردوهای بزرگتر بسازن و قومندان های عسکری بزرگتر مانید احمد شاه ابدالی بیا داشته باشن و حتی پشتونا رو میبینیم که افغانا رو میبینیم تا هرات نفوذ داشتن. ابدالی های هرات چه قدرت شده؟ خود احمد شاه ابدالی بعضی ها میگن که در هرات تولد شده چون پدرش در اونجا والی بود و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده ولی شاید هم در هرات درستر باشه. یعنی ابدالی های هرات یا پس یا نفوذشان وقتی که تا هرات با او 300 سال قبل به اندازه بوده باشه که بعدها میبینیم که دولت ابدالی هرات میسازن صفوی را از هرات شکست میتن و دولت خود میسازن. باید در اکثریت بوده باشند، باید در نفوذ زیاد داشته باشند که این کار را بتانند بکنند. بنابراین با می صورت وقتی که ما در قندهار نفوذ یک پشتون ها زیاد است یا به حساب گفتی ایرانی ها فارس ها افغان ها زیاد است یا نفوذی بیشتر داشته باشند، در هرات نفوذ داشته باشند و در کابل اینجا را بعدی که احمد شاه بابا گرفت نفوذ داشته باشند، بنابراین همه به این دولت به دولت افغان خطاب میشه. در این طبیعی است این دولت خطاب میشه، این نام افغان عمومیت رو بیشتر پیدا میکنه و بیشتر پیدا میکنه و که به می حساب است که ما میبینیم در زمان تیمورشاه پسر احمد شاه بابا در زمان 1782 در زمان 1782 یک جهانگرد از اینجا عبور میکنه که در او جهانگرد ببخشید نیست، یک کسی است به نام جورج فورسر که مامور شرکت هند شرقی بوده و این از شاید هم جاسوس بوده باشه به یقین. این وظیفه داده من که شما از امیرای غرب برو طرف فارس و ببین که اینجا چی گپ است، کدام کشور هاست، کدام مملکت است، اینجا کسی نفوذ داره نداره، این دولت احمد شاه ابدالی امپراتوری ابدالی را ارزیابی کو بازم تو روسیه برو. وقتی می آید این نام کتاب خود بعدن که نوشته می کنه به نام نام افغانستان در عنوان کتاب نوشته می کنه و این کتاب اینجا دارم شما نشان می تونم دو جلد و این در عنوان کتابش هست افغانستان در عنوان کتاب شامل است. و نه تنها در عنوان کتاب اسم افغانستان شامل است بلکه در بسیاری از صفحات ازی اکثریت صفحات ازی هرچی اشاره وقتی به سرزمین میشه و دولت میشه به نام افغانستان میشه. دریاهای افغانستان، آب و هوای افغانستان، پیداوار افغانستان، مردم افغانستان به نام ملت افغان نشته میکنه و حدود در بیشه میگه از این دولت هم که میگه از شاپور تا خلیج کنبای در گجرات این وسعت داره. خب به این حساب ما میبینیم که اسم افغان
و ما خدمت شما در اینجا میکرولوژی اشاره به اسم افغان خدمت شما عرض میکنم که به ترتیب چی گونه کمی اشتباه کاملا لفه شود. دیگه کسی برای ما نگوید که در زمان عبدالرحمن خان نام افغانستان گذاشته شده. ما دیدیم که در سال 1782 کمی جورج فورستر از افغانستان رفت، این نام افغانستان در کتاب خودش کرد و این بعدا چاپ شد در لندن و به تعقیب از او در 1789 یعنی این قرن 18 است، در حالی که آقای مسیر میگن در قرن 19 تا دهه 70 خراسان بود و بعد از او افغانستان شده. در وقت امیر عبدالرحمن خان این درست نیست. اینال ما قرن 18 را اول بتون میگم 1782 قرن 18 است. بعد در 1789 وقتی که زمان شاه پسر تیمور شاه را از هند رفته بود که هندی ها میخواستن او به انگلیس ها را اونجا بکشه، اما خبر شد که ایرانی ها یا فارس ها از غرب حمله کردن و ای آمد تا دفع هرات اینجا را کنه و دمی زد خورد و او را انگلیس ها تشویق کرده بودن، رفته بودن حیاتشون به ایران شار دیده بودن. نام محیطشون اسمش مهدلی خان بود که خودش گیرون نصیب بود، از بمبئی رفته بود. خب در این جنگی که بین افغان ها و دولت زمانشاه و دولت قاجاری صورت گرفت در غرب، در این جریان وزیر اعظم دولت قاجار حاجی ابراهیم نام داشت. این حاجی ابراهیم یک مکتوب رسمی نشته میکنه به عنوانی وزیر اعظم دولت افغانستان که وفادار خان نام داشت و در این مکتوب این حاجی ابراهیم اولین شخصی است، ایران بیانی اولین شخص رسمی است از یک دولت خارجی که اسم افغانستان به کار میبره. حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در سال 1789 در مکتوب رسمی عنوانی صدر اعظم دولت افغان نوشته میکنه که اسم او نوشته میکنه که کار ما یا دولت شاهی فارس هدف نداره که افغانستان تمامش اشغال کنه، همیتون اشتر میکنه، بلکه ما میخواییم که همی برادر کلان پادشارک که شاه محمود نام داره ایره به حکومت هرات برسانیم. ما فقط به حکومت هرات بسنده میکنیم و دیگه افغانستان پیش از زمانشاه باشه، ما به او کار نداره. یعنی اسم افغانستان این مکتوب نشته میکنه، دولت افغانستان نشته میکنه و به جواب از وفادار خان وزیر اعظم زمانشاه در مکتوب رسمی نشته میکنه که اگر شما به دولت به حکومت افغانستان به بالای افغانستان حمله نمی کردید، به این رقم نشته میکنه اگر شما بالای افغانستان حمله نمی کردید ما تا حال انگلیس ها را از این کشیده بودیم، ولی به خاطر شما ما مجبور شدیم اینجا پس بریم. یعنی در این دو مکتوب رسمی اسم افغانستان رسما نوشته میشه. این قرن 18 است که دولت و کشور به نام افغانستان یاد میشه. ما عنوان دیگه ایره که در قرن 18 کسی دیگه ایره شخص مهم دیگه ایره که در قرن 18 به اسم افغانستان افغانستان خطاب کرده، ای اسدالله خان غالب استش. مرزا اسدالله غالب شاعر شهیر اردو زبان که بسیار معروف است در زبان اردو، یک کتاب هم در نثر داره که به نام خطوط غالب مشهور است. ای در ای کتاب خط به کسی از پیشش پرسیده بود که همین موضوع خان کیست، همین کلمه خان میره برای ما تعریف کنین که چطور بچی ای کی رو میگن، چرا میگن. و ای شما میفهمین که در هندوستان خان بسیار مردم مثل عمران خان و شاهرخ خان و غیره
اسم خان زیاد بکار میره و ای نوشته میکنه اسدالله خان غالب که خان به صورت عام به مردمان افغانستان اطلاق میشه. خب اینجا اسم افغانستان منظور ما اسم افغانستان است، با آن که در همه افغان ها را ما خان نمیگیم. خان ما کسایی را میگیم زمیندار باشه، زمیندار باشه، صاحب رسوخ باشه، او را به خان به او را خان گفته میشه. من یک وقت متخصص منطقه بودم میدان هوایی سووا در فیجی پایان شدم، یک تاکسی را گرفتم، این تاکسی مرا طرف شهر می برد. ای آدم پرسید گفت دیدم که چریش افغانا به کلا امپراتورش افغانی بود. گفتم که تو اسم چیست؟ گفت ابراهیم. گفتم ابراهیم خان. گفت نه نه من خان، من زمیندار نیستم، زمین ندارم، من تاکسی دارم، مرا خان گفته نمیشه. ولی پشتون بود، پشتون چیز بود که از پشتونایی بود که از هند رفته بودن به فیجی زندگی میکردن. خب میبینیم که در قرن 18 یک شاعر معروف، یک آدم معروف که هر کس در هند و پاکستان بشناسه، افغانستان به نام افغانستان یاد میکنه، یعنی نه به نام خراسان. خب بعد میبینیم به قرن 19 آقای مسیح میگن که در دهه 70 قرن 19 در حالی که در دهه اول قرن 19 ما در یک معاهده را دولت انگلیس امضا میکنه با دولت قاجاری ایران که در 1805 امضا میکنه و این معاهده را بر ضد افغانستان امضا میکنه و همچنان بر ضد ناپلئون است. خب زیادتر راجع به افغانستان است و در این گفته میشه که اگر دولت افغانستان نمیده گفته میشه بالای دولت شاه حمله کنه، منظور شاه قاجاره است، حمله کنه، شاه دولت فارس یک نیروی غولپیکر همسی نشته میشه تنظیم میکنه و بالای افغانستان از غرب حمله میکنه و او را دست میده که هرگز دیگه باید حمله نکنه. میبینیم که این در کتاب محمود محمود تاریخ رابط انگلیس و ایران ای ذکر شده. خب این در یک سند رسمی که انگلستان امضا کرده با ایران هر دوش با کلمه به عنوان کلمه افغانستان به این سرزمین موافقه دارن و این را استعمال ما تورک دیدیم قبلا هم فارس ها همه کلمه افغانستان قبول داشتن و در مکاتب رسمی استفاده کرده بودن. ما در هیچ وقت در هیچ سند وجود نداره که ایرانی ها به افغانستان و خراسان خطاب کرده باشن. همین هر کسی که خلاف زیره میگه لطفا نمی سنده برای نشان به تیاره پست کنه در زیر می ویدیو که کدام سند است که صفوی ها امیر افغانستان بایسه خراسان گفته باشد یا بعد از او قاجاری ها یا گفته باشد، در حالی که صفوی ها دو بیگلر بیگی داشتن، یکی بیگلر بیگی قندهار بود، یکی بیگلر بیگی هرات بود که بیگلر بیگی والی نمیگن به زبان ترکی و چون خود صفوی ها ترک تبار بودن به این خاطر ای بگلن بگی میفتن. بنابراین خراسان وجود نداشت در گفتار از ما. من یک نقشه را خدمت شما در اینجا میگذارم که در این نقشه در زمان صفوی ها حدود دولت صفوی را نشان میده وقتی که از قندهار تا هرات و تا به خود تا سایر مناطق تا به بغداد اینجا دولت صفوی بود. این را یک نقشه کشته یک تیم آلمانی
به خواهش دولت فارس و در این واضح هر حدود هر حوزه نوشته شده که حوزه مثلا کرمان، حوزه فارس، حوزه خراسان در این آمده و حوزه خراسان در این معلوم است که کجاست. در این ما ای را شما خودتان توجه کنید یا اون جایسته که من قبلا اون توضیح کرد و این کل افغانستان را به این صورت در بر نمیگیره، کابل در بر نمیگیره، قندار در بر نمیگیره. خب بعدا در سال 1809 در قرن 18 بازم در قرن در قرن 19 خدمت شما رو میکنم در قرن 19 در 1809 البته دولت قاجار رو کرد میکنم 1905 قرن 19 بود ای نمو سده اولش بود. در سده اول قرن 19 بعد هم خود الفنستون مونستوارد الفنستون به افغانستان میره به پیشاور به شاه شجاع میرسه و یک هیئت بزرگ 100 نفری با شان و شوکت رئیس سفیر کشور سفیر انگلیسا میره و این معاهده رو امضا میکنه با شاه شجاع به ارتباط حمله احتمالی ناپلیون و یا توافق میکنن که در مورد با هم همکاری کنن و این یک کتاب نوشته میکنه. این کتاب است به نام گزارش سلطنت کابل که در این خود یا مونستوارد الفنستون نوشته میکنه که خب در این کتاب باید رفرز بده که سرزمین زیر دست شاه شجاع کدام کشور است. در اینجا او میگه که من ایره خبر دارم که جورج فورست ایره افغانستان قبول داشت و علی گفت اینجا یک تعداد مردم است که خراسان میگن من ایره قبول ندارم خراسان ایره منطقه رو بگویم برازی که تمام سرزمین افغانستان خراسان نیست همه تنشته میگن و یک تعداد مردم میگن که ای افغانستان است یک تعداد میگه پشتونخواست و به ما گفت بهترین امو نام را که میخواییم امو را پیش خود انتخاب کنم و در این کتاب با او رفرنس بتوم امی افغانستان را نما رفرنس میتوم نوشته میکنم. خب ما همچنان در قرن 19 در دهه 30 در سال 1837 وقت شاه قاجار شهر هرات محاصره میکنه و بعد از 9 ماه نمیتونه شهر حصار هرات بشکنانه و هرات تسلیم شوه این هزیمت میکنه و البته در آخر بعد از 9 ماه در 9 ماه این هم داخلش هوایش انگلیس ها هم به بندر بوشهر میان و چند توپ میزنن بندر بوشهر و ایرانی ها از هرات هزیمت میکنن و میرن و این شاه مجبور است که همین شکست خوده یا عدم قابلیت خوده که ایران بگیره میخواه به مردم خود توضیح کنه و در او نوشته میکنه که در او اسم افغانستان در این منشور خود به کار میبره. هر کس اشتباه داره این منشور آقای شاه محمد قاجار است فکر میکنم ایره بخونه ایره ببینه در این مشهور سند معروفی است. ای در تمام کتاب محمود محمود هم ای ذکر شده آمده و از ای در ای اسم افغانستان به کار میبره. بنابراین ما باید قبول کرده باشیم باز از این قصنات که اسم افغانستان سالها پیش از امیر عبدالرحمن خان در زمان تیمورشاه ای عام شد و بعد از او به صورت رسمی استفاده می شد و ای وجود داشت. خب موضوع مهم دیگه اینه که آقای مسیر در ای همه بخش آخر دمی بخش بحری خود ذکر کردن موضوعی بود که گفتن که تاجک ها و یا کسایی که در
ادارات دولت افغان پوستهایی داشتن از تاجیکا یا در جستجوی در یا سهم گرفتن در شعای تبلیغات که اصلاحات به ایده ای دولت. خب ما این شک ندارم این کار حتما شده و سهم داشتن. ما این اسمشان نمیخواییم که بگیرم، این سهمشان برازنده هم بوده. اما ای که میاین میگن که بعدا میگن که قیام حبیب الله کلکانی را به عنوان قیام دهقانی در امی موضوع اصلاح کردن و بهبود نظام دولتی افغانستان ایرش یا قلمداد میکنن و میگن که نظر به استبداد و شرایط نابسامانی که در شرایط نابرابری که در کشور وجود داشت از لحاظ طبقاتی و قومی در اینجا این قیام صورت گرفته، این کاملا اشتباه است و کاملا نادرست است. ما انتظار نداشتم شخصی به سطح آقای نجیب الله مسیر با او مقاماتی که در دولت افغانستان داشته که حتی شنیدیم که گفتن معاون صدراعظم هم بوده، که این مقاماتی که در دولت افغانستان داشته یا و میگن که استاد پوانتون هم بوده، بنابراین با دانشی که یا داشتن فکر نمیگو. همچنان با توجه به ای که آقای مسیر انداز ایدئولوژی وابسته به مارکسیسم لنینیسم هستن و بودن و این ایدئولوژی اقدر با داشتن ایدئولوژی کسی اقدر به قهقرای قومی سقوط نمی کنن که یک دفعه سیار سفید بگویه و ماست بگویه سیاس. قیام حبیب الله کلکانی یا بچه سقاو در زمره سایر قیام هایی که در زمان امیر امان الله خان صورت گرفت، مانند قیام ملاح لنگ در جنوبی و قیام شینواری، مردم شینواری در سال 1928 در شینوار در ننگرهار، این سه قیام ماهیتشان یکی بود. هر سه قیام ارتجاعی بود، هر سه قیام هدفش بازگشت به شریعت اسلامی بود در کار دولت و در کار قضا و در کار اداره کشور افغانستان. ما قیام حبیب الله کلکانی وقتی به قدرت رسید چی کرد؟ برنامه اعزام شاگردان افغان به خارج منع کرد، از جمله برنامه اعزام کسایی را که به تبابت می رسند منع کرد. سهم زنان، سهم دادن زنان در امور خدمات اجتماعی و رفع حجاب لغو کرد. انکشاف مطبوعات لغو کرد. اصلاحات مالیاتی را لغو کرد. مالیات کاملا لغو کرد. گفتن مالیات دیگه من نمیگم. اعمار ساختمان‌های دولتی را لغو کرد. در زمان امیر امان الله خان یک جنبش بزرگی برای ساختن تعمیرات دولتی رخ داده بود که این آثارش تا امروز میبینیم، به شمول پغمان و به شمول قلعه تاج بیگ و همچنان معروف است دارالامان، قصر دارالامان.
امیر حبیب الله کلکانی یا بچی سقاو گفت دیگه بیاد پیسر سر تعمیرات استفاده نکنیم. خط آهنه لغو کن. معرفی قانون اساسی را لغو کن. قوانین مدنی و جزایی را لغو کن. پوشیدن لباس های اروپایی را لغو کن. بنا میشه. و همچنین امان الله خان یک کار دیگه کرده بود. یک برنامه اسلامی بسیار مهمی داشت و او لخو بردگی بود. خب یک آدم دست چپی، یک آدم مارکسیست لنینیست، یک آدمی که از اگر با ای عقیده سیاسی وفادار باشه و ای عقیده سیاسی را احترام کنه و با این داشتن یعنی عقیده سیاسی و مقامات عالی دولتی رسیده باشه، چطور میتونه دفعتن به عمق ارتجای سیاه که حبیب الله کلکانی نمایندش بود نزول کنه؟ و به خاطر که حبیب الله کلکانی تاجک است، این او را قیامش قیام طبقاتی نام بگذاره و او را نماینده تاجکا بگویه و بگویه که یک قیام دهقانی بود. بچی سقاو و یا حبیب الله کلکانی را قیامش تمام روحانیون معروف هدایت دادن و با او موافق بودن و او رو تشویق کردن. به طور مثال شمس الحق مجددی پیر گلبار که خود حبیب الله کلکانی مرید است، ای رفتنش به طرف کابل تایید کرد. و همچنان فامیل مجددی و تمام گروه نقشبندیه ای از کلکانی حمایت کرد و ای مرتجین و ای به اصطلاح این نوی که آقای مسیر و کاربود معنویت، این رهبرهای معنویت چی میخواستن؟ میخواستن دوباره بر سرتخت سلطنت کابل کسی بنشینه که او حاکمیت شریعت را دوباره احیا نماید و تمام اصلاحات دوران امان الله خان لغو کنه. و این هم واقعی شد. بنابراین ما تأسف میخورم از این که ما به خاطر ازی که تاجیک هستیم، ما از یک عنصر دست راستی که بر ضد ترقی استفاده شد و به خاطر امی قیام از او پیشرفت افغانستان و اهداف مدرنیتی افغانستان برای حداقل 30 سال به عقب افتاد و ما تا به امروز ضربی زیر میخوریم بخیزن. و به خاطر ای که از قوم تاجک است، ما او را حمایت کنیم، مگر ای که اقدر به شفا آمدن که بعد از 1000 سال یک کسی از قوم تاجک به سلطنت رسیده، از هر هدفی که داشته و هر میاری که او به قدرت رسیده باشه، او صرف نظر از او مورد تاجک. خب این مربوط خود شده.
در این برنامه امروز سخن روز ما تحلیل و نقد صحبت های آقای مسیر تا به اینجا بسنده میکنیم و به اینجا ختم میکنیم و شاید در آینده بالای بالای نکات دیگه که در صحبت های خود اظهار داشتن در اون و بالای اون نکات تفسیر کنیم. سپاس تشکر از توجهتان. خداحافظ. تاجیکان بر بنیاد اجتماع تبارهای اوستایی و آریایی که از 3000 سال پیش از میلاد پیدا و در سده 9 و 10 ترسایی در وجود دولت متمرکز سامانیان هویت مشخص مردم تاجیک را گرفتند. خراسان خاوری یا سرزمین امروزی افغانستان و ماران نهر میهن تاریخی، زادگاه تباری و جایگاه خودشناسی فرهنگی تباری و تباری سیاسی تاجیکان می باشند. تاجیکان در حالی که از بومی ترین باشندگان خراسان زمین بوده و زمان هم اکثریت قاطع را در ترکیب اجتماعی این مرز و بوم تشکیل می دادند، با هجوم قبایل کوچی افغان از سوی جنوب، نخست از همه به استحاله تدریجی تاجیک های پشاور، گذرگاه خیبر، باجوار، شلمان پرداخته شده است. به ویژه این روند در ولایت کندهار به شدت برافتیده است. در این ساعه افغان ها زمین های تاجیکان بومی منطقه را غصب نموده و با استحاله تدریجی آنها شمار خود را فزونتر ساختند. خب دوستان عزیز، قسمی که شنیدیم آقای مسیر بر چند نکته بسیار مهم اشاره میکنن. اولی که میگن تاجیکان بومی ترین مردم این سرزمین است و این سرزمین توضیح میکنن که از خوارزم تا پشاور و تا قندهار و سیستان و هرات و فرغانه و بلخ و پنجشیر و کابل پراکنده بودن و حتی میگن تا وزیرستان یا وسعت داشتن، نفوس از یا پراکنده بود. و باز از این میگن که تاجیکا اکثریت نفوس این مناطق می ساختن و همچنان در زمانی میگن در زمان تاجیکا اکثریت نفوذی این مناطق می ساختن و باز میگن که با هجوم قبایل افغان که منظورشون پشتون هاست، پشتون ها رو در طول این سخنرانی خود به نام افغان معرفی میکنن، مانند که ایرانی ها در گذشته فارس ها پشتون ها رو به افغان می گفتن، به مو مستدام به او آقای مسیر هم پشتون ها را به نام افغان معرفی می کنه و میگن که در پشتون ها از جنوب، از کوه جنوب هم تو میگن که از کوه جنوب آمدن و تاجیک های پشاوری ها را در خود منحل کردن و همچنان در قندهار یا تاجیک ها را در خود منحل کردن و به غزب زمین ها ادوار گرفتن و تعداد خود افزودن پشتون ها. و خب به این حساب میگن که تاجیک ها در زمره اقوام مهمان قرار گرفتن به ایوازی که قبائل یا نفوس اصلی و بزرگترین قومی مناطق تشکیل بتن به شکل دیگرها مهمان شدن. خب ما اول توضیح میکنم که خب در شک نیست که تاجیک ها یکی از بومی ترین اقوام این سرزمین ها هست. آخرین مطالعات ژنتیکی یا زیست شناسی که انجام شده توسط متخصصین پانتون های بزرگ من جمله پانتون پورسمورس انگلستان این نشان میده که تاجیک ها و پشتون های افغانستان از یک ریشه انداز ژنتیکی یا زیست شناسی از یک ریشه هستند و ایها زیادتر با نفوس های مردم شمال پاکستان و شمال هند یا قرابت دارند تا مردم فارس. با نشان میده این مطالعات که تاجیک ها بسیار
از لحاظ ژنتیکی ارتباط بسیار کمی دارن با مردم فارس، همچنان با مردم هزاره ارتباط بسیار کمی دارن یا شباهت کمی دارن، و همچنان با مردم ازبک و ترکمن ارتباط ژنتیکی بسیار کمی دارن. و همچنان این مطالعات ژنتیکی نشان میده که تاجیک ها هم در قطار پشتون ها در این سرزمین ها قدامت زیست 12,000 ساله دارن و بیشتر از اون. خب اینال با بر اساس این مطالعات علمی ما میتونیم ثابت کنیم که پشتون ها و تاجیک ها در قطار تاجیک ها پشتون ها در این سرزمین ها برای سالیان بسیار طولانی بودند، و ای که پشتون ها با هجوم از جنوب آمدن و این مناطق گرفتن، این یک بدون ای که ما سند را کنیم کدام ریسرچ را ما از یاد کنیم یا کدام رفرنس بتیم یا کدام مطالعات دموگرافیکی این صورت گرفته باشه که نشان بده که این مردم این طرح ها همه این مطالعات ژنتیکی برهم میزنه و نادرست نشان میده. همچنان من شخصا دموگرافر هستم، در علم دموگرافی یا علم نفوس دکترا دارم و دکترای خدا هم از پوانتون معتبر استرالیان نشنال یونیورسیتی در استرالیا در کانبرا گرفتیم، و ما این نفوس پشتون ها را و تاجیک ها را اگر ارزیابی کنیم، تاجیک ها در مجموع در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان یا در حدود 15 میلیون تشکیل می دهند، در حالی که آخرین سرشماری که صورت گرفتن نفوذ پشتونایی که در اون طرف خط دیورند هستند در پاکستان ای در حدود 40 میلیون نفر است، و نفوذ همچنان پشتونای افغانستان تخمین شده در حدود 20 میلیون نفر. یعنی ما به هیچ صورت هیچ نوع ریورس زنگیسی میگن ریورس سرواول، اگر ما نفوس پشتون ها را عقب ببریم هیچ امکان ندارد تعداد زیر بندازی شد در کجای شد، یا 60 میلیون نفر امروزی اگر ما این را هم به کدام زمانه حتی این را هم نگفتن آقای مسیح که مهاجرت ها در کدام زمان صورت گرفته، ما کدام سند کدام اثری در هیچ یک آثار تاریخی که مانده در زمان صفوی ها ما نداریم که اینه بگویند که چنین مهاجرت صورت گرفته، در زمان همچنان گرگانی های هند که در کابل و غزنی اونجا رو زیر اختیار داشتن کام سندی وجود نداره که نشان بده همچو مهاجرت های به هفت طرف افغانستان صورت گرفته، برعت مهاجرت های طرف این صورت گرفته، درسته لشکرکشی های غزنوی ها، لشکری ها، کشی های غوری ها که اقوام پشتون بزرگترین اساکر از دوار نشان می دادن، همچنان خلجی ها که یا بالاخره دولت های سلطنت دهلی را تشکیل می دادن تا ابراهیم لودی و سوری ها و لودی ها یا چند صد سال در اونجا پادشاهی کردن حکومت کردن، یعنی زیادتر یا رفتن بیشترشان در طرف هندی یا شمال هند مهاجرت کردن، نه طرف غرب طرف افغانستان بوده باشه، یک سند وجود نداره و هیچ سال را هم توضیح ندادن آقای مسیح که ای در کدام سال این مهاجرت ها صورت گرفته که یا بتانن این زمین های تاجیک ها را غصب کنند و جایش خودشان بگیرند. اما یک چیز را که این صحبت آقای مسیر تایید میکنه او است که تعداد پشتون ها بندازه زیاد بوده که تانسته در مدت 100 سال و 200 سال یا 300 سال تعداد زیاد تعداد تاجیک های در این مناطق بوده در خود حل کنه یا استعاره کنه. این خودش نشان میده که تعداد پشتون ها فوق العاده زیاد بوده از تاجیکا کرده تا قادر باشه حل کنه تعداد
تاجیکا را در بین خود گوش میگیریم. آقای مسیر که در مسائل دیگه چی نظر دارد؟ توجهتان را جلب میگیریم. همان گونه که آشکار از تاجیکان دارای تاریخ کهن دولت مداری بوده و نیاکان آنها مشارکت فعال در برپایی و توسعه ساختارهای دولتی پیش از تاریخ مانند سغد کهن، بلخ باستان و دولت اخامنشی ها و پس از تاریخ به گونه مستقیم در تشکیل و مدیریت دولت های اشکانی، کوشانی، یفتلی، ساسانی داشته و در زمان سامانی ها به مدارج بلند مدیریت دولتی رسیدند. پس از فروپاشی دولت سامانی در خراسان خاوری یا افغانستان امروزی، آسیای میانه و مناطق همجوار آن، خانواده های سلطنتی در درازای صده ها بر تجارب غنی تاریخی دولتمداری تاجیکان تمکین نمودند. ساختارها و شیوه های مدیریت که غزنویان، خوارزمشاهیان، سلجوقی ها، تیموری ها، شیبانی ها، منقید ها و سایر خانواده های منطقه به میراث گرفتند شاهد این مدعاست. یکی از رویکردهای ویژه تاجیکان در مورد حاکمیت و روابط قدرت در تاریخ افکار سیاسی همانا شاهنامه نویسی است، مانند شاهنامه فردوسی که یک رساله بزرگ سیاسی و تاریخی مردم فارسی زبان به شمار می رود. دست دادن اقتدار ملی و حاکمیت و حاکمیتی که از هستی فرهنگی و تباری شانپازداری نماید در شمار قبایل و اقوام دیگر مهمان قرار گرفته و پیوسته به استحاله و ترک کشور افغانها از سرنوشت تبار بی دولت و اقتدار ملی و بدون دولت آینده وجود ندارد. خب همسان عزیز، شنیدیم که آقای مسیر می فرمایند که تاجیکا سابقه دولت مداری بسیار دیری ندارند و از نام بردن از دولت های هخامنشی ها که پیش از یونانی ها در اینجا بودن و همچنان که بچه مسیح 4000 سال قبل از راجع میشه، همچنان از دولت های کوشانی و یفتلی ها نام بردن و بالاخره فرمودن که در زمان سامانی ها به اوج مدیریت رسیدن و بعد از سامانی ها میگن که در دولت های بعدی مانند غزنویان و سلجوقی ها و غیره این تاجیکا در ادارات دولت یا در دربارهای سلطنتی تجربه مدیریت خود به کار می بردن و در دولت ها وجود داشتن. خب ای که دولت آقای مسیر ادام میکنن در دولت هخامنشی تاجک ها نفوذ داشتن، من بسیار تعجب میکنم که به کدام اثر آقای مسیر مراجعه کرده که این معلومات در او است. ما در فرهنگ فارسی دری ما هیچ اثری وجود نداره که در او، البته در فرهنگ فارسی دری اصیل دست اول باشه که در زمان ساسانی ها و قبل از او در زمان اشکانی ها هیچ اثری وجود نداره که از که این خودش در حدود 800-900 سال در بر میگیره، 1000 سال در بر میگیره، هیچ اثری وجود نداره که در او از موجودیت خود هخامنشی ها حکایت کنن. هیچ اثری به هخامنشی ها اشاره نمی کنن. و اگر مورخین یونانی نمی بود ما هیچ معلوماتی در مورد هخامنشی ها نمی داشتیم، نه کوروش می بود و نه داریوش می بود و نه و هی دیگه همه ای بعد از ای اگر چی در آثار امو یونانیانی است دیگه همه شفسانه و ساختگی است. و همچنان یفتلی ها و یفتلی خوش و چینایی ها بودن،
هونای سفید میگفتن و کوشانی ها. این معنی با کدام اثر آقای مسیر اشاره میکنه که در دربار او تاجک ها مدیریت در مدیریت اداره دولت های او سهم داشته. البته من قبول دارم که بعد از دولت سامانی که تا به که یاد ناب میبرند در زمانهای غزنوی ها و سلجوقی ها و غیره را در ایا در دربار های ای سلطنت ها تاجیک ها شاعرهای بزرگی داشتند و شاعرهایی که به مداهی زیاد میپرداختند از شاه وقت به شمول فردوسی و غیره. و ای ما تعجب میکنم که چطور آقای مسیر از دربار احمدشاه عبدالی یا احمدشاه دورانی یا زنپورتری دورانی یاد نکردن که در دربار او هم تاجیکا بودن و در کارهای اداری سهم داشتن و تا به امروز این سهمگیری ادامه داشته بوده در دربارهای شاهان مختلف افغانستان این سهمگیری وجود داشته. و این که اگر کسی بپاله در بین جهان کوشایا و عمرا و سلاطین گذشته به جز زمان سامانی ها در هزار سال گذشته کدام اثر کدام شاه را و کدام جهانگشایی را و کدام کسی را که در یک جنگی از سهیم بوده باشه و یا از کشور خود دفاع کرده باشه و از منطقه خود دفاع کرده باشه از تاجیک ها نمیافه. هیچ امیر و سلطانی در بین تاجیک ها نبوده در این هزار سال گذشته الا حبیب‌الله تلکانی. و بنابراین این که در آثار مختلف ادبی هزار سال گذشته از تجارب مدیریتی تاجیک‌ها و رفرنس های وجود داره و آثار وجود داره، من در این شکل ندارم که داره.